ایالات متحده آمریکا دیروز جمعه به طور رسمی تصمیم خود را برای خروج از یک پیمان بین‌المللی مهم دیگر اعلام کرد. واشنگتن مسکو را در این تصمیم گیری مقصر دانسته است. با این وجود، روز پنجشنبه دونالد ترامپ درها را برای گفتگوی بیشتر با روسیه باز گذاشته بود. روسیه به این پیمان پایبند نبود. بنابراین تا وقتی که آنها این پیمان را رعایت نکنند، ما از آن خارج می‌شویم. اما احتمال زیادی وجود دارد که یک معاهده تازه ببندیم یا کاری کنیم که آن توافق را دوباره بازگردانیم. این توافقنامه که پیمان آسمان باز نام دارد، به 35 کشور عضو خود اجازه می‌دهد که هواپیماهای تجسسی خود را آزادانه در آسمان سایر اعضا به پرواز درآورند. هدف از این اقدام اعتمادسازی بین این کشورهاست. پیمان آسمان باز از 20 سال پیش تا کنون در حال اجراست. برخی از اعضای این پیمان از جمله آمریکا میگویند که روسیه سالهاست که با جلوگیری از پرواز هواپیماهای تجسسی آمریکا بر فراز گرجستان و منطقه نظامیش در کالینینگراد مفاد این توافق را نقض کرده است. مقام‌های آمریکایی میگویند که روسیه با پرواز بر فراز آمریکا و اروپا زیرساخت‌های حساس ایالات متحده را شناسایی می‌کند تا در صورت بروز جنگ احتمالی از این اطلاعات استفاده کند. اما روسیه میگوید که این پیمان را نقض نکرده و خروج آمریکا از این توافق به ضرر تمام کشورهای عضو است. یک پیمان دیگر در عرصه امنیت بین‌الملل که برای ترویج شفافیت و اعتمادسازی بین کشورهاست، ممکن است قربانی خط مشی دوره ترامپ شود که هدفش فروپاشی نظام کنترل تسلیحاتی است. پس از این نوبت کدام پیمان است؟ روز جمعه همزمان با اعلام رسمی خروج آمریکا از این پیمان، کشورهای اروپایی عضو ناتو با تشکیل یک نشست بر سر این تصمیم واشنگتن به گفتگو نشستند. حاصل این گفتگو بیانیه مشترکی بود که در آن از این تصمیم کاخ سفید ابراز تأسف شده بود. ما از اینکه ایالات متحده اعلام کرده قصد دارد از پیمان آسمان باز خارج شود متأسفیم. هرچند ما هم درباره پایبندی روسیه به این پیمان نگرانیم. فرانسه، آلمان، بلژیک، اسپانیا، فنلاند، ایتالیا، لوکزامبورگ، هلند، جمهوری چک و سوئد بیانیه روز جمعه را امضا کرده بودند. کشورهای اروپایی میگویند که با روسیه برای حل مشکلات به وجود آمده، از جمله ایجاد ممنوعیت غیرقانونی برای پرواز بر فراز کالینینگراد که هم مرز با لهستان و لیتوانی است، گفتگو خواهند کرد. از آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ این سومین بار است که واشنگتن از یک پیمان مهم بین‌المللی که احتمال بروز جنگ را کاهش می‌دهد خارج می‌شود. سال گذشته میلادی دونالد ترامپ از پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میانبرد با روسیه خارج شد و دو سال پیش هم از توافق هسته‌ای با ایران. برخی گمانه‌زنی‌ها اقدام دیروز کاخ سفید را مقدمه‌ای برای خروج از پیمان استارت نو می‌دانند. این توافق آخرین پیمان راهبردی آمریکا و روسیه درباره کلاهک‌های هسته‌ای است. طبق پیمان نیو استارت یا استارت نو، آمریکا و روسیه موظفند که تعداد سامانه‌های حمل و شلیک موشک‌های مجهز به کلاهک هسته‌ای را زیر 1550 فروند نگه دارند. اقدامی که می‌تواند آغازگر جنگ تسلیحاتی تازه‌ای شود که به احتمال بسیار چین هم به آن خواهد پیوست. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.